سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژه. جلسه قبلی به کجا رسیدیم؟ اینجا رسیدیم که وقتی من اینجا چیزی تایپ میکردم، پلاس رو میزدم، مقدار استیت دومم که دقیق میشد تو دوسم آپدیت میشد، یک آبجکت بهش اضافه میشد، درسته؟ خب بزنی بازش کنم، از زومش رو کم کنم. اوکی، اینجور بهتره دیده بشه. خیلی خب، حالا مشکلی که وجود داره الان که من جلسه قبل یادم رفت اینو درستش بکنم اینه که وقتی دکمه پلاس زده میشه مقدار پاک نمیشه، یعنی من کاربر من مجبوره بره دستی اینو پاک کنه، مقدار جدید رو تایپ کنه. خب چیکار باید بکنم که این مشکل حل بشه؟ وقتی دکمه پلاس زده میشه باید مقدار استیت قبلیم، این استیت پاک بشه و این مقدار هم آپدیت بشه، این دو تا کار باید انجام بشه. خب چجوری این کارو بکنیم؟ مرحله اول این که من مقدار استیت هم ریسیت کنم، این استیت ها، این این پایین نه، پس وقتی اینو دارم انجام میدم بالایی باید ریسیت بشه. این که ریسیت شد یه جوری این مقدار اینو به این استیت ربطش بدم که این ریسیت شد اینم ریسیت بشه. خب اول بریم سراغ قسمت ریسیت کردنه. اینجا که اول دیفالت جلوشو میگیره، بعد میاد آرایمو درست میکنه، دقیقا بعد از این جاییه که من باید ریسیت بکنم. چجوری این کار میکنم؟ مقدار استیت هم set input text رو فراخونی میکنم و مقدارش رو ریست میکنم. خب مقدارش ریست میشه مثل روز اولش، مثل اینجا میشه. اوکی، این از این. حالا باید چیکار کنم؟ باید مقدار داخل اون input هم رو ارتباط بدم با state هم. میام چیکار میکنم؟ میام داخل input هم یه چیزی اضافه میکنم به نام value، اینو مساوی میذارم با چی؟ مقدار استیت هم، اینپوت تکست. حالا وقتی اینپوت تکست اینجا ریسیت بشه اینجا هم چیزی نمایش داده نمیشه. یه تستش بکنیم بچه ها، این درست کار میکنه. من یه رفرش میکنم، الان استیت هم خالیه، آرایم هم خالیه. مینویسم بوک، یه کن استیت هم آپدیت شد، اینجا خالی شد، این استیت هم توش اومد اضافه شد، دقیقا همون چیزی که میخواستم انجام میشه. خب بریم سراغ ادامه کار. یه برق ما یه 2 ساعتی رفت، یادم رفت کجا بودیم. خب ما به اینجا رسیدیم که دوستان چیکار کردیم، بذار من یه مرور بکنم چون خودم یادم رفت چیکار میکردیم آخرین بار. ما اینجا یه چیزی مینوشتیم به عنوان تسک، به مثلا بوک، پلاسی که میزدیم اینجا خالی میشد، استیتمون خالی میشد، یه استیت تو این استیتمون تو این آرایمون یه آبجکت جدید اضافه میشد با اون تسکه که یه دونه حالت کامپلیتد داشت که فالس طبیعتا اول بسم الله، یه آیدی داشت که زمان بود و یه تکست. بریم سراغ ادامه کار. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ ما میخوایم از روی این آرایه از آبجکت ها این پایین یه لیستی از تسک ها درست کنیم، درسته؟ خب بریم اون لیست رو درست بکنیم. لیست رو کجا درست میکنیم؟ توی کامپوننت تو دو لیست. بذار منو ببندم که اینجوری باشه. خب داخل این یول من قراره یه لیستی از دقیقا چیا رو درست کنم؟ تسکا رو. هر کدوم از اون تسکا رو من به صورت یه کامپوننت در نظر میگیرم، پس یه کامپوننت جدید درست میکنم به نام تو دو، تو دو خالی. اوکی، به این صورت، نه این شکلی رسیت میکنه. خب کامپوننت هم اینجا بینیم جنریت کنید، داخل کامپوننت یه فایل جدید به نام todo.js. این todo من وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که فقط اون تسکا رو درست کنه، یه دونه از اون تسکاست. import todo from react، لخش from react، چرا from todo. خب حالا بریم todo رو درست کنیم. import react from react، بعد const todo به این صورت return. خب یه div return میکنه با کلاس نیم چی بچه ها؟ todo. توی CSS اگه یادتون باشه من یه کلاس نیم todo داشتم، اگه خاطرتون باشه. خب داخلش یه دونه li میذارم،
با کلاس نیم to-do-item. خب یه چیزی هم داخلش می‌نویسم، مثلا همون بوکو می‌نویسم که اون طرف نوشته بودم. خب یادتون باشه هر تسک من سمت راستش دو تا دکمه داشت، یه دکمه داشت برای اینکه بزنی تیک بخوره کامپلت بشه، یه دونه داشتیم برای حذفش. پس یه باتن اینجا اضافه میکنم. اینا رو هنوز CSSش رو ندادم ولی الان میرم میدم، به نام کامپلت BTN. باز اینجا از فونت تاستم کمک میگیرم، من مستقیم می نویسم شما رو من بنویسید. FAS FA dash check. خب این میشه دکمه که قرار زده بشه و اون تسک ما کامپلت بشه. یه دکمه برای حذف هر تسک نیاز داریم، اسمش میشه چی؟ ترش بیتیه. الان سطل بلاش خاله، این هم میشه ترش. خب و میایم اینجا export default to do. خب الان این کامپوننت تو دو منه، به ازای هر یکان یه دونه اضافه شده، سی اس اس شو ندادم، به ازای هر آبجکت تون آرایه موجود یه دونه از اینا باید درست بشه. بریم سی اس اس هم بدیم که اینجوری زشت نباشه. app.css. خب خب چیا باید بدیم؟ اول بریم dash fa trash، یه دونه هم داشتیم fa dash check، درسته؟ یه دات اضافه جامد یادتون باشه اینها دیگه، این دوتا FA trash FA check. خب برای این دوتا میخوام CSS بدم. یه دونه فقط پوینتر ایونت رو میذارم رو حالت noun. پوینتر ایونت رو میدونید چیه دیگه دوستان؟ وقتی شما پوینتر ایونت رو میذارید رو حالت noun، به این معنیه که من دارم میگم که این دوتا المانم خب نسبت به ایونت های کلیک، هاور، چیز شبیه ایونت های موسی ریاکشن نداشته باشه. این اصلا فرض کنم چه اتفاقی نیفتاده، منظورش اینه. خب یه دونه کلاس داریم به نام فال، حالا فعلا اضافهش نکردم، جلو تعمیر میبینیمش. اینم همینجا اضافه کنم، ترانسفورم ترانسلیت. وای من اینو مینویسم جلو تر بهتون میگم چیه. روتیت زد، روی حول محور زد 20 درجه و اوپاسیتی هم 0. این کلاس اضافه بشه به یه المان در جهت محور وای 10 آریه میره بالا، روتیت میشه به حول محور زد، اوپاسیتیش میشه 0. یه کلاس داریم به نام کامپلیتد. کامپلیتد اینم چیکار میکنه؟ تکس دکوریشن رو کنه لاین ترو. لاین ترو یعنی چی؟ ببین شما وقتی دکمه تیکو میزنی چه اتفاق باید بیفته؟ روی اون تسکه یه خط باید کشته بشه. این کلاس کامپلیتد اضافه میشه، یعنی شما رو دکمه یه تیک بزنید کلاس کامپلیتد اضافه میشه، یه خط روش میکشه و همچنین اوپاسیتیش هم میکنه نیم. اوکی این هم از این دوتا کلاس برای این کاره. یه کلاس دیگه داریم به نام تو دو آیتم، یادتونه دیگه اون ال آیا بود. اینا فقط یه پدینگ بهش میدم، صف آریه نیم آریه. خب بعد بریم سراغ دکمه ها. یه دونه داشتم ترش بی تی ان، یه داشتم کامپلت داش بی تی ان، دو تا دکمه داشتم. یه بک گراند بهش میدم، بک گراند اف اف 6 اف 47. خب رنگ متنش هم سفید،
بوردر ناون پدین یک آریم کرسر پوینتر باشه روش میاد و فونت سایزش هم باشه یک آریم. این از این. یه چیزی هم داشتم به نام خب کامپلت بی تی ان هم یه بکگراند دیگه داشته باشه نسبت به ترش هم، یعنی بکگراندش میخوام فرق کنه. بکگراند آر جی بی 11 212 162 چی شد؟ 11 212 162. خب این از این. دیگه چی؟ چیزی رو جا انداختیم؟ تو دورم دادم، تو دو لیستم دادم. خیلی خب بیاید نگاه بکنیم چجوری شد. خب تقریبا همون شروع که میخواستم کنیم. دکمه یت چکمه، این دکمه ترشمه که زده میشه. این هم که تسکمه که اضافه شده اینجا از اون آرایه درست شده. یه بار دیگه رفرش کنم هم. خب اینو من چون هارد کد کردم این همیشه هست. خب حالا جلوتر بریم بعد از اون دقیق اینجا من مثلا الان بنویسم چی؟ بنویسم مووی اینتر ببخشید اینتر چه زدم مووی پلاس. چرا اینجا نشون نمیده بچه ها به نظرتون؟ ایناش دوتا الان تسک دارم چون یه اینترم قبلش زدم، یه مووی دارم، دوتا مووی دارم تسک. حالا جلوتر بریم و بعد روی این آرایه یه دونه لوپ بزنیم از اینا براش درست کنیم، یعنی بذار هر آرایه یه دونه کامپوننت تودو بیاریم، بذار هر عضو اون آرایه یا هر آبجکت داخل اون آرایه یه دونه کامپوننت تودو بعد درست بکنیم. خب بریم بیایم اینو بزنیم برای جلسه بعدی. فعلا خداست.